سلام دوستان عزیزم، برای افرادی که تازه به ما ملحق شدن، من مرضیه سمایی هستم و در یک برنامه دیگه از میزه گرد ما در خدمتتون هستم. دلم کلی براتون تنگ شده بود و قرار بود که ما بریم پرتغال واسه یه چند روزی و بعد یه مرتبه کرونا زودتر از ما رفت اونجا و راهو بست و گفتن که باید قرنطینه بشه و به خاطر اینکه بچه‌ها خب مرخصیاشون در سال خیلی کمه و فرصت اینکه بخوان یه 10 روزی توی قرنطینه باشن نداشت و باید از مرخصیشون استفاده میشد، این برنامه کنسل شد و یکی از برنامه‌های تابستونی ما، سفرهای تابستونی ما به این طریق نشد. خب اشکالی نداره، ما زیاد سخت نمیگیریم. نشد، حالا یه برنامه دیگه. این گل‌های زیبا که اینجا میبینید، 100 تا گل روزن اینجا به مناسبت فارغ التحصیلی پزشک زیبای ما ساینا جون که فارغ التحصیل شدن و برنامه جشن فارغ التحصیلیشون قراره که از طرف دانشگاه انجام بشه، ولی آیا انجام خواهد شد یا نخواهد شد؟ برای همین ما تصمیم گرفتیم که خودمون یه فارغ التحصیلی میگیریم، چون پارسال برای سپیده جون هی منتظر بودیم که کرونا تموم بشه و چون تجربه هم نداشتیم نمیدونستیم به این شکل طولانی میشه و عقب افتاد، همینطور عقب و عقبتر و بالاخره نشد که ما حتی یه جشن کوچولو هم بگیریم. برای همین الان دیگه تجربه داریم و گفتیم که یه جشن کوچولو میگیریم. شما هم خانواده بزرگ ما هستید و همراه من باشید. حالا امروز میخوایم با هم دیگه بریم خرید و ببینیم که برای برنامه فارغ التحصیلیشه ببینیم که چه کار بکنیم. خب تعداد که میدونید محدوده، فقط 30 نفرن. دو تا ویتر هم بگیرید که پذیرایی بکنن میشه 28 نفر. همینطور اگر آشپز بگیرید یا هر کاری که بکنید از تعداد مهموناتون کم میشن. بنابراین باید خیلی حساب شده انجام بشه که بتونن با دوستاشون شب خوبی رو داشته باشن. گفتم شما هم در این جشن ما شریک باشید. و حالا قراره که من و ساینا جون با هم دیگه بریم بیرون. دیگه دختر زیبای من از اتاقش اومد بیرون. حالا دلم میخواد که با هم دیگه این چای رو که خیلی دلتنگ بودم که در کنار شما بنوشم با هم دیگه بنوشیم. در ضمن این چای رو به سلامتی گلی جون، مامان کوروش جون مینوشم. جاتون خیلی خالیه، نوشی جونتون. و این چای رو من برای شما ریختم و اینجا به سلامتی تمام میزه گرد ما این چای رو همه با هم می نوشیم. کیکامونم ببینید چه کیکای زیبایی. اینا رو بچه ها از سلفریج گرفتن. حالا این کیک رو با هم دیگه می خوریم. شما هم چاییاتون دستتون و توی این جشن کوچیک با هم دیگه هستیم. خب میخوایم حالا با ساینا جون بریم بیرون خرید و میخوایم که شما هم با ما باشین. واو، این هم سلام، این هم پزشک زیبای ما. سلام همگی، خوش اومدین به این ولوگ. ولی میخوام اول از هر چیزی بگم که مرسی از همتون بابت همه مسیجای خیلی مهربونتون. واقعا خیلی دوستتون دارم و واقعا احساس میکنم که هم از زحمتای خودم هم از دعای شما که برای من کردیم واقعا تونستم قبول شم و امتحانم رو اینقدر خوب انجام بدم. مرسی، مرسی بابت همه چیز، مرسی بابت همه مسیجتون. من خیلی عاشق همتون هستم. الان پستچی آمده به خاطر اینکه برای فارغ التحصیلی برنامه داریم، جشن داریم میگیریم و انقدر چیزای مختلف سفارش دادیم. حالا مامین بهتون توضیح میده. من فقط برم این پستچی رو ببینم چی میگه. خب همراه ما باشی. خب دوستان، من اومدم کشنکری چینی ها. خیلی از شما ها از من پرسیدین ریحون یا تره رو کجا میشه تهیه کرد. این هم که تره است، ببینید تره هاشو. فقط یه تجربه ای که من کردم اینه که وقتی اینا رو باز میکنی، الان داخلش هوا نیست، وقتی باز میکنی این ریحونا خیلی سریع خراب میشن. شما هر مصرفی که دارید زیاد نمیتونید نگهداری بکنید، باید سریع استفاده بکنید. من حالا این تره ها رو میرم میشورم خرد میکنم میذارم توی فریزر واسه قرمه سبزی یا غذایی که تره لازم داره. واو، من زنجبیل تازه ندیده بودم تا الان. من نمیدونم این زنجفیل تازه است، نمیدونم راستش. قیافش که شکل زنجفیله و این هم وانیله، وانیل تازه. چه جاده. آره، اینجا در کل همه چیزش تازه.
حتی این لابستراش رو نگاه کنین، اینجا میان مردم لابستر میخرن برای خب. خب ما اومدیم که آی پی آی خیلی خانیم خریده که کردیم. آره دارم میکنم هنوز میل بردگیم. سنه جون شم نمیخوان؟ Dignity and in accordance with good medical practice, I will foster the honor and noble traditions of medical really quickly before it takes a lot, and most a lot of people in this room know this as well, because majority are doctors. I've been running up and down when everyone's having fun and you just have to constantly sit there and study. گنجایششو نداره. امروز میخوام براتون ریحون پلو درست بکنم. ریحون پلو یه غذای کاشانیه و فوق العاده خوشمزه است. قبل از هر چیز آب برنجمو میذارم. چایم هم آوردم همینجا. مردم کاشان عزیزمون این غذای خوشمزه رو خیلی عالی درست میکنن و من میخوام براتون امروز این غذا رو درست بکنم. مواد لازممون ریحونه. ببینید چه ریحونایی شستم، فوق‌العاده عالی و باحال. یک عدد پیاز درشت. ریحوناش هم دیدین که از کجا تهیه کردیم، بهتون نشون دادم. مدت هاست که منتظرم برم از این کشنکری کلی فروشی چینیا ریحون بگیرم. اونجا تنها جاییه که در لندن ریحونو تره داره. قبل از هر چیز آب برنجمونو روشن میکنم که جوش بیاد و حالا میریم سراغ بقیه کارها. آب برنجمون جوش اومده، حالا برنجو میریزیم داخل آب. من این برنجو شب قبل خیس کردم. یه مقدار نمک میزنیم، یه مقدار روغن، یه مقدار آب لیمو. این هم برنج درجه یک کامران. پیازا رو ریختم داخل ماهیتابه و تا یه مقدار آبش گرفته بشه روغن زیتون بهش اضافه میکنم. نیم کیلو گوشت چرخ کرده داریم. این هم زردچوبمون. حالا گوشت رو بهش اضافه میکنم. یه مقدار دارچین هم بهش اضافه می‌کنم.
ریحونامون الان خوردش میکنم. تعدیکش خیلی خوشمزه میشه، واسه همین ریحون میریزیم و گوشت چرخ کرده. حالا دمش میکنیم. به به، از این ریحون پلوی کاشان. با اجازه کاشانیا ببینیم که این چه عطری، وای اصلا فوق‌العاده است. آدم کیف میکنه از عطر این ریحون پلو. دوستان عزیزم، به به از این ریحون پلو، ولی متاسفانه هیچ کس نیست که بیاد با من امتحان بکنه. من بهتون راستشو میگم، جریان اینه که چون دیشب جشن فارغ التحصیلی پزشک زیبای ما ساینا جون بوده، واسه همین همه توی حیات جمعن و باربیکیو گذاشتن و مشغولن دارن باربیکیو درست میکنن. جای همه شماها خالی و منم الان باید این ریحون پلوی خوشمزه رو بردارم و برم توی حیات که همه دارن باربیکیو درست میکنن و باربیکیو دارین، ولی چون دارن ریلکس میکنن من نخواستم راستش مزاحمشون بشم. دوست داشتم که لااقل پشت صحنه رو میدیدید، جای همه شما خالی، و چون برنامه های تابستونی ما از امروز شروع شده، میخوام یه کمی براتون تازگی هم داشته باشه که وقتی که براتون برنامه میذاریم. حالا این ریحون پلو رو من بخورم ببینم چطوریه. به به، واقعا نمیدونید چه عطر و بویی داره، بی نهایت خوشمزه است. فقط من یه مورد رو خدمتتون بگم، به خاطر اینکه ما باربیکیو داشتیم، من راستشو بخواین دیگه گوشت داخل اینو کم ریختم، و چون ریحونا رو با سختی پیدا کرده بودم، توی انگلیس ریحون نیست، و چون اینا رو با سختی پیدا کرده بودم، برای همین ریحونا داشت خراب میشد و مجبور بودم که این ریحون پلو رو درست بکنم و فوق العاده خوشمزه شده. شما میتونید گوشتشو بیشتر بکنید، پرگوشتر باشه، چون بچه‌ها با کباب میخوان بخورن، دیگه گوشتش کافی بود. خب امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده. اگه خوشتون اومده لایک کنید و سابسکرایب کنید و به دوستاتونم برنامه ما رو توصیه کنید. من که خیلی دلم براتون تنگ شده بود. مرسی که دوباره منو مهمون خونه هاتون کردین. امیدوارم هر جای دنیا که هستین شاد و خندان باشید. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار.